بهترین راه برای پیشرفت تو شطرنج چیه؟ این سوالیه که از علیرضا فیروزجا پرسیده شد و جواب علیرضا این بود که بازی کن و از بازی‌های خودت یاد بگیر. بهترین راه و مؤثرترین راه برای پیشرفت تو شطرنج همینه. به همین دلیله که می‌بینید این همه بزرگان شطرنج جهان تون مشغول بازی کردن رفتن توی مسابقات هستن. حالا توی این ویدیو می‌خوایم ببینیم که علیرضا چجوری از بازی‌های خودش یاد می‌گیره. گشته بزرگ قهرمانان سایت chess.com مرحله کرانچ لب مسترزش که به جدول بازندگان امروز اختصاص داره، که البته یه نفر از این جدول بازندگان میره به فینال رقابت‌ها مقابل ماکسیم واشی لاگراف. علیرضا فیروزی‌ها دیروز در فینال اول به لاگراف باخت و به جدول بازندگان سقوط کرد، ولی این جدول فقط اسمش جدول بازندگانه، چون که مگنس کارلسن پادشاه دنیای شطرنج و یان نپومنیاشی دارنده دو عنوان نایب قهرمانی شطرنج جهان اینجا حضور دارن. بازی اول این رویارویی‌ها ما بین یان نپومنیاشی و مگنس کارلسن بود. خب همه ما انتظار داریم که کارلسن نپو رو ببره و این اتفاق هم افتاد. نیفتاد و برای اولین بار در تاریخ فکر می‌کنم که نپو در یک رویارویی، یعنی در یک مچ، تونست مگنس کارلسن رو شکست بده. بازی اول و دوم مساوی شد، بازی سوم نپو تونست با تسلط مثال زدنیش کارلسن رو ببره و کارلسن رو از گردونی رقابت‌ها حذف کنه و شاید هم علیرضا و هم ماکسیم از این اتفاق خیلی خوشحال باشن، خب چون قرعه‌ای به اسم نپو خیلی از قرعه‌ای به اسم مگنس کارلسن آسون‌تره. بریم سراغ رویارویی علیرضا فیروزجا و یان نپومنیاشی و بازی اول. شما لایک و بکوب، می‌خوام یه شاهکار رو با هم دیگه ببینیم. علیرضا فیروزجا سفید و نپو سیاه. خب میدونیم که علیرضا در بازی دیروز مشکل اصلیش چی بود؟ کنترل زمان. اونم مشکل منو داره. حداقل مشکلاتم با علیرضا یکیه در بحث کنترل زمان. خب اومد این بازی رو با D4 آغاز کرد. چرا؟ بریم ببینیم چرا. اسب F3، D5، فیل F4. این فرستادن یک سیگناله. دو تا سیگنال اتفاقا میفرسته. سیگنال اول، آقای یان نپومنیاشی، من میدونم که تو دو بار فینال قهرمانی شطرنج جهان رو بازی کردی و میدونم که خزانه ای از اطلاعات شروع بازی رو با خودت داری، پس من وارد جنگ تئوریک شروع بازی باهات نمیشم. اشتباهی که کارلسن انجام داد، وارد کاتالان شد با نپو، خیلی بازی ها رو کاتالان بازی کرد با نپو و بازی هاشون اینجوری بود، مثلا هر دو بازی اینجوری بود، حالا یکیشو کارلسن وزیر 3-2 کرد، یکیشو قله رفت، مثلا ده در 3-4 وارد این شاخه ها شد و هر چقدر جنگید نپو تونست تعادل رو با سیاه نگه داره. اما علیرضا فیروزجا در این بازی اومده سراغ سیستم کثیف لندن، پس یک ای4 هم بازی نکرده با نپو، چون ای4 ای5 پتروف رو قورت داده آقای یان نپومنیاشی. یعنی اگه بخوای تو اینا باش به جنگی انجین هم باشی احتمالاً نمیتونی از نپو برتری بگیری، پس اومده یک انتخاب عاقلانه رو انجام دادی، یک به خاطر حریفش، ولی مهمتر از اون دو به خاطر خودش. وقتی تو ای4 بازی میکنی، وارد شاخهای تئوریک میشی، میخوای حریف رو توی شروع بازی ببری، اون وقته که میشینی زیاد فکر میکنی. انتخاب سیستم لندن در این بازی برای علیرضا شاید این معنا رو داشته باشه که من دیگه نمیخوام زیاد فکر کنم، میخوام به اندازه کافی فکر کنم و حرکات ساده، پوزیسیون ساده‌ای رو داشته باشم که زیاد توی فکر فرو نرم. 3-5 نپو در رویارویش با دینگلیرن هم نشون داد که مقابل این شاخهای فرعی خیلی آماده نیستش. ایسه از 3-6 و از 3-2 حرکاتی که در سیستم لندن میبینیم، اینجا هم حرکت ای6 خیلی بازی میشه و هم حرکت اسپچ 5. حرکت اسپچ 5 رو نپو بازی میکنه و علیرضا میزنه تو 3-5، از طرف 4 فیل رو میده و ولی خب یه پیاده گرفته. حالا حرکت A5، حرکت A5 به این دلیل بازی میشه که سفید خب میتونه با حرکت اسب3 یا 3-3-B4 اینا از پیاده 3-5 دفاع کنه. حرکت A5 بیشتر برای جلوگیری از اسب3 و گرفتن فضا در جناح وزیره. این وضعیت رو علیرضا قبلا هم بازی کرده، در یکی از مسابقات اخیرش بود، اسم حریفش من دقیقا یادم نمیاد، یا وستیسو بود یا پراگناناندا یا گوکش یا فابیانو کاروانا یا یه بازیکن شطرنجی بود، خلاصه حالا اسمش من یادم نمیاد، ولی همین اخیرا بازی کرده و علیرضا اون بازی رو خیلی خوب آنالیز کرده. فیل B5، E6 و Sb5 همه حرکات رو داره سری بازی میکنه. وقتی شما شروع بازی رو خوب بلد باشی سری هم بازی میکنی. فیل D7 میزنه اصلا فکر نمیکنه دیگه اینجا بازیکن. وزیر F3 و این اونجاییه که حتی مفسرین سایت chess.com خب چون اون بازی رو ندیده بودن میگفتن چرا نپو 3-5 نزد، چون که با وزیر 3-3 مواجه میشه، مشکل اینه. اگه یکیتون که از مخاطبای
شیشتونگ کانال لذت شطرنج هستید که کانال به اسم خودتونه، بنویسید برای ما که اون کدوم بازی بود و کدوم ویدیو بود که علیرضا فیروزی همین رو بازی کرد و توی اون بازی هم اتفاقا حریف علیرضا وزیر رو 3-7 گذاشت. نمیدونم، داره اینجوری فکر میکنم که شاید فابیان و کاروانا بوده توی اون بازی، شاید فابیان و کاروانا بوده، قله بزرگ و حالا فیلی 7. بازم 3-5 رو نزده چون که با وزیر 3-3 مواجه میشه. فیلی 7 و حالا A4. میبینید که علیرضا داره خیلی تون زود سری بازی میکنه، قله و اسب 3، همه حرکاتی که داره بازی میکنه سریه، ولی نپو هم سریه. این نشون میده که نپو هم از بازیهای روز دنیا خبر داره، ولی خب دیگه شاید تا مثلا این وضعیت رو خبر داشت و میدونست که فیلی 7 و اینا رو خیلی سری بازی کرد، شاید مثلا اینجا دیگه گفته بقیه‌اش رو خودم یه کاری میکنم. اسب 3 و اینجا یه صحنه جالب در بازی. اینجا شما با سیاه چیکار میکنین؟ خب پیاده C5 رو سفید نگه داشته، طرحهای مثل F5 رو داره، رخش رو بیاره توی E1. سفید یه پیاده جلوه و اگه بتونه پیاده ها رو آب کنه، پیاده F رو آب کنه و یه حمله ای رو علیه شاه سیاه تدارک ببینه، خیلی خوب میشه. سیاه میاد شروع میکنه به آغاز حمله اسب 4، ولی این حرکت یک اشتباهه و پیدا کردن اشتباه این حرکت واقعا ساده نیستش. حرکت درست اینجا اسب A7 بود که من مطمئنم علیرضا این حرکت رو توی بررسیاش داشته. فیلد D3 با ایده اینکه بریم سراغ جناح شاه کلا. حالا حرکت یک انجین تنها حرکت درست وزیر 3-6 کاگر نپو میتونه همین ها رو پیدا کنه و اگرم پیدا کنه ما میریم سراغ F5، پیاده خودش رو پس گرفته و حالا میریم سراغ اینکه F6 بزنیم و روی خونه های سفید رنگ شاه سیاه رو دچار مشکل کنیم. به نظر من برتری مختصر سفیده و علیرضا همین ها رو بررسی داره. شما در بررسی بازی هاتون یک ضعف هات رو پیدا کن، ببین چه ضعفی داری. علیرضا فهمید که مشکل کنترل زمانی داره، امیدوارم ادامه داشته باشه، تو این بازی مشکل کنترل زمانی رو دیگه نداشت. تدارکات شروع بازی بهتر شما رو به زمان بیشتری هم میرسونه و دو، شروع بازی رو تونست توی بررسی بازی خودت باید شروع بازی رو به نحو احسنتی بررسی کنی که چه اتفاقی بیفته. احسن فکر میکنم بررسی کنی که چی، که بازی های بعدی بلد باشی دیگه چی کار کنی. به همین دلیلی که میگم بازی اسب 4 و F5، علیرضا میره دیگه با این وضعیت ها آشنایی داره. فیل در 3-5 و حالا حرکت زیبای شاه B1 از سمت علیرضا که البته بهترین حرکت نبود، دو تا حرکت اینجا میتونستن قوی تر باشن. انجین میگه اینو میذاری 3-3 و میرفتی توی سراغ این وضعیت ها، این وضعیت ها رو میجنگیدی. سفید حالا تهدید وزیر G3 اینا داره و برتری خوبی رو میگرفت، ولی خب علیرضا شاه رو میذاره B1 با حرکات طبیعی رو بازی میکنه. زمانش هم حداقل حالا زیاد سر شاه F5 شاه B1 فکر کرد، ولی خب زمانش از حریف بیشترین، خیلی مهمه که نسبت زمانت به حریف. همونطور که در ویدیوی چالشم گفتم، ماکسیم باشیل لاگراف در مورد بردش مقابل علیرضا ازش پرسیدن که مهمترین عامل چی بود که تونستی علیرضا رو ببری و جالب بود که گفت کنترل زمانی خیلی بهتری از علیرضا داشتم، همون چیزی که شما هم اشاره کردین. فیل B6 دلیل چیه؟ سیاه نمیخواد اسبش به A6 بره، سفید داره 3-3 رو بازی میکنه و دیگه از 3-6 وجود نداره چون از در 3-5 میخوره، پس فیلو میذاره B6 که اگه 3-3 بازی شد از 3-6، ببینید غیب نگفتم، همه اینا اتفاق افتاد، 3-3 از 3-6، اسب اگه میرفت تو A6 جاش خوب نبود و حالا F3-6 وزیرش 3. سفید هدفش کلن علیرضا وقتی این شاخه رو بازی کرده میدونه فیل ناهمرنگ میشه، شاید بگیم فیل ناهمرنگ مساویه. خیر عزیزان، از این کلیشه ها تو ذهنتون قرار ندیم، به خصوص توی وسط بازی. توی وسط بازی فیل ناهمرنگ به نفع کسیه که حمله رو داره. اگه سفید بتونه حمله ای رو علیه خونه های سفید رنگ تدارک ببینه، فیلش یه فیلیه که حریف نداره. الان سیاه مثلا میتونه به پیاده F2 فشار بیاره، ولی خب فعلا مرکزش زیر ضربه. رخ F6 یه حرکت خوب، رخ E1، سفید میخواد E6 رو برداره چون اگر E6 رو برداره ایشون رو هم برمیداره. اینجا آقای نپو میتونست یه حرکت خوبی رو بازی کنه، رخ H6، حرکتی که خیلی سخت بود بازی کردنش. حالا بعد وزیر G4، حالا انجین میگه رو فیل در F2، من نمیفهمم رخ در E6 داریم فیل در F2 رو، ولی میتونست رخ G6 بازی کنه و حالا دیگه نمیتونی مثلا وزیر تو از دستش وزیر از دستش به راحتی نمیتونه فرار کنه. بیا اینجا که اصلا رخ میاد تو فشتی و هیچی، دوتا رخ یهو سیاه جناح شاه رو در دست گرفت. بری H3 بازم رخ میذاره H6، یعنی یکم کار سخت میشد. هرچند حالا بعد رخ G6 وزیر E2 هم قابل بازی بود و خلاصه علیرضا احتمالاً به بازی ادامه میداد، ولی وزیر رو میذاره F7. خب با این ایده که رو پیاده F2 هستم هنوز، پیاده E6 هم دفاع کردم روی ستون F5 شاید سوب کنم، ولی این حرکت علیرضا رو شاید نادیده گرفت. F4 فیکس کردن ضعف‌های سیاه در مرکز صفحه، بازم کنترل زمانی بهتر رو می‌بینید. اینجا دیگه نمیشینه سر یه حرکت 10 دقیقه فکر کنید، زیرا چون که نایدورف نیستش هر حرکت
وضعیتت به هر حرکت بستگی داشته باشه، حرکات خوب رو میتونی به راحتی پیدا کنی تو این وضعیت ها. رخ 6 وزیر جه شاد. حالا اتفاقی که افتاد اینجا، اگه رخ بذاری جه 6 دیگه وزیر اف 3 دیگه رخ اف 6 و اینا وجود نداره، وزیر خودش رو پشت پیاده قایم میکنه. اینجا نپو مثلا باید رخ 8 رو بازی میکرد، به این پیاده های مرکزیش میموند، ولی بعد رخ در 8 تو شاید بیشتر حسابش روی رخ در 6 بود که اینم خیلی خوب بود، ولی علیرضا میره وزیر در 6 میزنه. میگه آقا درسته رخ در 6 خوبه، ولی اینم خیلی خوبه چون که پیاده دی 5 رو میگیرم و حالا دی 5 رو هم میزنه و فقط بحث این نیست که پیاده زدم، فیلم اگه بیاد توی 3 4 توی خونه های سفید رنگ یک سلطه بی پایانی رو خواهم داشت و اصلا حمله هم هنوز ادامه داره، هنوز آخر بازی نرسیدیم، هنوز من میتونم به راحتی به حریف حمله کنم و اینجا نپو دوچار اشتباه بزرگی میشه. هر چند همینجا هم من فکر میکنم وضعیت بازنده است، شاید باید رخ 6 رو بازی میکرد بعد زدن رخ 7. واقعا سیف کردن این بازی و نجات دادن این بازی خیلی کار سختیه، فکر میکنم در هر صورت میباخت، ولی رخ به 8 دیگه خیلی حرکت چرت و پرتی بود. حالا فیل 3 4 تهدید علیرضا رو میتونیم پیدا کنیم، مثلا اگر چه میدونم یه حرکت چرت و پرت دیگه بازی کنه، رخ کیش زد، رخ کیش دو تا قربانی رخ دیگه نمیتونی بزنی چون کیش دوبلی خطرناکترین نوع کیش و حمله و مات شاه سیاه، پس نمیتونست اینجوری بازی کنه. چیکار میکنه؟ میاد شاه میذاره چش که از این کیش برخواسته در امان باشه، ولی حالا رخ به 5. حالا نکته چیه؟ فیل اگه بذاری 3 7 رخ در به 7، این رخ خودشو فدایی داری، اصلا فدایی داری علیرضا و این رخ دیگه کارو تموم میکنه. پس فیلو میره 7، رخ در به 7 بازم زده میشه. اچ 5 میگه خب بریم شاید این پیاده رو تونستیم وزیر کنیم، پهلمون برو، ولی خب میزنه توی به 8، اصل در به 8 اجباری و رخ 7. حتی رخ 5 هم داشت، رخ 7 میشینه به ایشون، اینجا رخ 3 7 میشینه به ایشون، اچار میزنه. اینجا هرچند حرکت زیباتری هم شاید وجود داشت، رخ کیش شاید 7، فیل کیش شاید 6 و فیل رخ در 3 6 کیش، من فیل ده 5، فیل ده 5 رخ جه 1 بازی میکنم، فیل ده 5 رخ جه 1، آره چون که من فکر میکردم اینجوری مات میشه ولی خونه جه 6 رو داره، ولی این کارا رو نداره، رخ در 3 6 با کیش زده میشه. در هر صورت علیرضا خودش اول با رخ میزنه اچار، فیل ده 5 این فیله رو به ایشون پیشکش میکنه و پیشکش میکنه و این فیل رو هم میگیره و اینجا نپو تسلیم میشه. این از بازی اول. نکته جالب این که من فقط بازی اول رو دیدم و حالا میخوایم بریم با هم دیگه زنده بازی دوم رو هم ببینیم، ببینیم توی بازی دوم چه خبر. علیرضا فیروزجا یا خدا درسش، این همه صحبت کردیم گفتیم علیرضا فیروزجا یاد گرفته که دیگه کنترل زمانیش رو خوب کنه، ولی 5 ثانیه فقط زمان داره. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاد آقا؟ چه خبره؟ من این همه درس گفتم، این همه حماسی گزارش کردم که علیرضا از اشتباهاتش یاد گرفته، ولی نه، نپو هم بازیکن سرسختیه، وارد شاخهای تاراش شدن در گامی وزیر و این شاخه ها، حالا من این رو بلد نبودم واقعیتش، این ظاهرا مساویه ولی من این شاخه رو به هیچ عنوان هیچ اطلاعی ندارم، از به 4 کیش به 1 قله، وضعیتیه که درست مساویه ولی خب نکته اینه که سفید خیلی خیلی بازی راحت تری رو داره. حالا این اتفاقاتی که افتاده و علیرضا باید هر حرکت رو بشینه فکر کنه، حرکات درست رو هم بازی کرده، از 3 5ش هم خوب بوده، بالاخره یه اشتباه اینجا مرتکب شده، باید جی 6 چیزی بازی میکرد که بازی نکرده. بریم سریع به بازی برسیم. اینجا یه پیاده از دست داده و کار سخته براش، دو فیل نپو خیلی قدرتمندن و بازی هست توی بازی عملی این وضعیت رو بازی کردن واقعا سخته. رخ 3 اچ 5 نپو کم کم داره سلطه‌اش رو روی وضعیت بیشتر میکنه، شروع بازی خوبی رو انتخاب کرد نپو و علیرضا با وجود اینکه وضعیت براش توی شروع بازی خوب بود ولی پیدا کردن حرکات درست سخت بود. حالا باید ببینیم چه اتفاق بیسه غلط بود. حالا امیدواریم که با 4 ثانیه وقت مگه میشه این بازی رو نجات داد آقا علیرضا؟ نمیدونم واقعا، مگر اینکه این اسباش اینجا گیر کردن به هم دیگه، اسباش اینجا گیر کردن به هم دیگه و کار سختی رو در پیش خواهد داشت، کار واقعا سختی رو در پیش خواهد داشت و فیل اف 5 حرکت درست هستش ولی خب شاید پیدا نکنه. مثلا اگر اف 3 بازی کنه میگه رخ 3 8 با ایده از 3 3 کیش، نمیتونست یک ضرب رخ 3 8، یک ضرب رخ 3 8 خیلی قوی تر بود، ولی خب کیه که وقت داره اینجا فکر کنه؟ اینجا زمانی از بازی هستش که شما به زمان نیاز داری. اف 3 رخ در 4 یا خدا این چی بود؟ چرا افتری چارز استس اینجوری میخواد دستش رو بیرون بیاره از جریان بازی دیگه؟ رخصه ایده رخصهش از سسه به ذهنش نرسیده بود، ولی خب کماکان هم خیلی ساده نیستش. یعنی الان وضعیت چند به چند پیاده؟ 1 2 3 4 5 به 4 تا، ولی خب این دوتا دوبلن، اینم یه ضعف، اینجا اینم ضعفه. مثلا حرکت اول رخ جه 1، هیچ کی اینجا رخ جه 1 نمیکنه،
من چیکار میکنم اینجا؟ شاید از سه دو مثلا، ولی خب آها اسپفتو داره میاد، نکته اینه اسپفتو داره میشینه به کل وضعیت و اگه رخ اف یک بازی کنی شاید دیگه اسپ چهار مثلا میخواد فرار کنه. یه تهدید دیگه هم شاید وجود داره، رخاسه، نه رخاسه وجود نداره، اسپ گرفتتش. خب نپو داره فکر میکنه، ولی خب 4 دقیقه برتری زمان، کجای بازی رو اینقدر فکر کرد علیرضا؟ ندارم زمانها رو ندارم اینجا، یعنی زمانها رو ندارم، ولی تدارک بوده اینا همه شروع بازیه. ولی خب نپو معلومه که این وضعیت رو یه بررسی جانانه ای داشته و میدونسته که در مرحله در بازی سری بازی دست اونه. این 5 اسپفتو باید، حالا اسپفتوش هم خوبه مشکلی نداره، ولی از سری 5 بهتر بود. رخ جی 1 رخ اف 1 احتمالا رخ رو بذاره جی 1 اینجا دیگه که پیاده جی رو از دست نده و حالا اسب به ای 4 برمیگرده، میخواد اینه که اسبش اینه توی 3-3، اسبش به جریان بازی برمیگرده، ولی اینکه حالا مساوی رو داشته باشه یا نه. اگه مساوی کنه علیرضا بازی تمومه همینجا و میره به فینال و مقابل ماکسیم قرار میگیره، ولی اگه به بازه وارد بازی آرماگدون میشن و یه بازی دیگر رو باید با هم دیگه انجام بدن. حالا ما میمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اسب اگه به ای4 برسه و یکم برای من سخت درک کردنش که برتری سفید چی، اسب ای4 بله اسب وارد ای4 شد، رخ 1 ظاهرا خوب نبوده، اسب ای4 فوق العاده جریان چی بود که میخواست از درجه 4 بزنه و حالا شاه B2 نذاره این فرار کنه، ولی به پیاده رو نگرفت و تصمیم گرفت که چیز کنه. شاه C2 رخ C7 کیش، حرکت خوب، اسب F2 کیش و حالا پیاده G4 رو میزنه. خب بسیار عالی، زمانش هم خوب شده و الان وضعیت هم خوبه. یه 8 ثانیه حالا برای علیرضا زمان خوبیه، 8 ثانیه داره این 5 هم میزنه، داره طلبکار میشه از 3 کیش هم داره میاد. قطعا الان اگر تصویر بازی رو داشته باشیم نپو در حالتی که سرش رو تکون میده. ای6 تنها شانسی بود که داشت، شاید نباید میزد، بهترین کار این نبود، ولی خب زده. آیا از 3 کیش میده؟ بله کیش رو داد. اگه شاه رو بذاره ای5 احتمالاً یک کیش دیگه میده، شاه اینجا نمیدونم، شاید هم رخ 6 بازی کنه، نمیدونم. اسب کیش، شاه D3 اسب ای5 کیش، شاه C2 رخ ای7 میگه اینجوری میشه بازی جلو بره. زمان بسیار کمه، ولی خب شاه F3 اسب ای5 کیش، شاه اینجا رخ یه جا میگه باید نگه داری، یا C6 یا C8، رخ ای7 میره که بهترین لاین نیستش، ولی بازم خوبه، بزنه میزنه مساوی بازی. فقط دیگه الان این فیله یکم قدرتمنده، واقعیتش خیلی هم مساوی نیست. رخ D1 داره میره وارد بازی بشه، اسب F7 شاید میخواد G6 بازی کنه یا G5، یکی از این دوتا رو، G5 رو بازی میکنه علیرضا و آنپاسان، آیا آنپاسان صورت میگیره که با رخ پس میگیریم. شاه F5 سفید یک بالا، اسب خوبیش اینه که اینجا رو گرفته وگرنه مات بود همینجا. اش در G6 رخ در G6 E4 انجین میگه H5، شاه F8 هم خوبه، میخواد شاهش رو به E7 بذاره. هر چقدر تعداد پیاده ها کمتر بشه شانس برد سفید بسیار کمتر میشه. شاه E8، زمان نپو هم داره کم کم میاد پایین، ولی خب تا به اونجا برسه که باید برسه. H5 رو اگه پیدا کنه بازی رو مساوی میکنه. H5 رو پیدا کرد، چون دیگه الان این پیاده رونده رو بخواد کنترل کنه احتمالاً این پیاده رو از دست میده. هر لحظه احتمال داره رخ G4 کیش و اینا هم اضافه بشه. E5 میگه رخ C6 بهترین حرکت. این کیش خیلی خوب نبود علیرضا، این کیش خیلی خوب نبود، از پیش کیش بعدی کیش بدتری بوده. شاه E6 سفید برتری گرفت، رخ کیش، شاه D5، اسب F5، همینجوری پیاده رو گذاشت بیاد جلو. E7 E6 سفید برنده میشه اینجا، E6 سفید برنده میشه، پیدا نکرد خوشبختانه. اسب کیش، شاه E4 رخ G4 کیش و فیل رو میزنه، این بازی مساوی میشه. وای 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 وای، نپو ندیدین رخ G4 کیش و علیرضا اینجا فرار کرد، نجات پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه، خدا قوت، خدا قوت. پهلوون داره میزنه تو B4 و اینجا نپو دیگه فهمید اگه E6 بازی میکرد کار تموم بود. اینجا اگر E6 بازی میکرد، حالا بریم بازی رو ببینیم بعدا میچینم براتون، رخ در B4 دیگه این رو نمیبازه، فکر نمیکنم این رو ببازه. الان حتی داره تو B3 بزنه، نه شاه F8، شاه C3 هم بیاد رخو میذاره این و یا میذاره E4، اصلا بازی مساویه دیگه. این رو دیگه علیرضا به هیچ عنوان نمیبازه، این رو دیگه به هیچ عنوان نخواهد باخت. شاه F7 شاه E6 به هیچ عنوان قابل باخت نیستش این وضعیت و مساوی کامله در تنگی زمان. خوشبختانه نپو ندید برد رو و رخ B4 و احتمالا با تکرار حرکات این بازی مساوی بشه. نه تکرار حرکت نمی کنه. شاه E6 رخ E6 شاه در E5 فیشر داره بازی و دیگه این بازی قابل باخت نیستش واقعیتش. شاه در E5 شاه میاد F4 شاه F4 شاه G3 یه رخ خرج این پیاده میکنه و بعدن
هر جوری که بخواد این بازی رو مساوی میکنه. رخی 7 اینجا بهترین راه حل، یا الان به 7 رخی 8 و یه شایفتو، بازی مساویه، هیچ کاریش نمیشه کرد و نپو به مساوی احتمالا اینجا رضایت میده و این بازی رو نتونست ببره. یه جنگ تمام عیار رو دیدیم، خوشبختانه علیرضا فیروزی تونست صعود کنه، ولی چه زجری داد ما رو، کل اون چیزی که از ابتدای ویدیو گفته بودیم رفت پرید. نکته‌ای که اینجا وجود داشت در آخر بازی، اینجا نه، اینجا، اینجا فیل به چار اشتباه، اینجا اگر ایشیش بازی میشد شاید از اسپ 7 بدش اومده، ولی اینجا از اسپ 5، حالا شاید ای 5 این بار و بازی رو میبره، داره رخ کیش میده. حالا فیل به چار با زمان میاد، رخ کیش فیل به چار با مات داره میاد، نمیتونی اینجوری بازی کنی. از 3 8 کیش باز شاه 5، رخ جه 5 کیش، شاه اف 6، رخ جه 3 و فیل 5 میگه سفید میبرد. ولی خب علیرضا هم اینجا بازی مساوی بود، بعد ای 5 مثلا اگه میگه اگه رخ 3 6 بازی میکرد که یکم سخت بود، حالا رخ 3 6 هم نمیکرد، همون اچ 4 رخ شاه 5، حالا رخ 3 6 یا همون رخ جه 5 شاه اف 6، چون شاه 6 رخ جه 6 میکرد، حالا رخ جه 3 میگه بزنی، اینا یکم سخته دیگه مساوی کردنش. خب رخ در 3 بازی مساوی میشد. خب به هر جهت علیرضا فیروزی تونست به مرحله بعدی صعود کنه و الان میره به سراغ ماکسیم واشلاگراف. یه بار دیگه یه فینال دیگر رو خواهیم داشت، اون بازی رو هم براتون میذارم و اونجا دیگه باید دو توی دو تا رویارویی باید ماکسیم رو بزنه تا ببینیم چی میشه، آیا این اتفاق میفته و علیرضا فیروزی میتونه بالاخره یقه ماکسیم رو بگیره. امروز یکم آماده تر بود، ولی اگه بخواد مثل این بازی دوم بازی کنه ماکسیم خیرش رو میگیره. امیدوارم که لذت برده باشین، حمایت کنین به هر جوری که میتونید، از شطرنج زندگی هم لذتش رو